این ساز اسمش بوقه، عربی میگن البوق یعنی شاخ، فرانسوی ها میگن کورن و انگلیسی ها میگن هورن. یه سازی هم هست به نام فرنچ هورن، یه ساز کلاسیکه که البته او ساز جز سازه بادی برنجین و ساز فلزیه. این ساز در بوشهر در مساجد استفاده میشه، در مسجد بهبونی، شنبدی و کوتی که جز چهار محل قدیمی بوشهر هستن و در مراسم سنج دمام استفاده میشه. زمان شروع مراسم این ملودی میزنن، مراسم سنج دمام. اول مراسم که این دماما شروع میکنن به زدن و بعد سنج وارد میشه. در بوشهر بجز مساجد که در مراسم شیعیان استفاده میشه، در دو تا کنیسه هم یهودی ها هم این ساز رو داشتن که البته این ساز، این بوق، الان این بوق شاخ بوز کوهیه، یه از منطقه استان بوشهر ما بقولن پیدا کردم و آوردم و ساختم. ولی سازی که در مساجد بوشهر استفاده میشه و در کنیسه یهودی ها، یهودی ها به این ساز میگن شفار. در بوشهر دو تا کنیسه داشتیم، محله یهودی ها داشتیم، یک سوم جمعیت بوشهر در زمان قاجارا یهودی بودن، تعداد یهودی ها خیلی زیاد بوده در بوشهر و به این ساز میگن شفار که در کنیسه استفاده میکنن. برای یهودی ها هم یک ساز مذهبیه. در بوشهر در مسجد استفاده میشه و شاخ حیوانی به نام حیوان کودو. کودو از افریقا می آوردن این ساز، از کیپ تاون افریقای جنوبی، که منم بعد از اینکه فهمیدم این ساز بقولن شاخ از افریقای جنوبی بقولن تهیه میکردن، تعداد چند تا از این سازها گیره بردم، چون سه تا بیشتر در بوشهر موجود نبود. یکی در محله کوتیا بود، یکی در محله بیبانیا، یکی هم در محله شنبدیا. و خدمت شما عرض کنم که این ساز، این ملودی یعنی شروع، شروع دمام که بعد از این دمام میزنه دم تو گد دم دم تو گد دم، بعد سنج وارد میشه و زمان تمام شدن دمام هم این ملودی رو میزنه. بین مراسم که همزمان که دمام داره نواخته میشه، ساز بوق و ساز سنج ساز شمالی هن. ساز بقولن سمت راستش که دماما هستن، بوق همراهی میکنه با اشکون و فیگورای ملودی اشکون رو میزنه. معروف‌ترین نوازنده های بوق در بوشهر مرحوم کریم وزانی بود، معروف به کریم گوریک. الان هم پسر برادرشونن سادو وزانی، یعنی صادق، صادق وزانی و رسول ارمی نژاد. خدمت شما عرض کنم جز دیگه خیلی هستن داخل بوشهر می نوازن و خدمت شما عرض کنم از نوازنده خوب شاخ هستن. و هیچ وقت هم نگید بوق شاخی، بوق شاخی اگه بگید یعنی شاخ شاخی، چون بوق کلمه عربیه و شاخ فارسیش میشه. و خدمت شما عرض کنم خب بعضی هم خدلشون میخواد شاخ باشن بعضی هم میگن شاخ اینستاگرامی، یعنی در حقیقت بوق اینستاگرامی. اگر میخواین این کلمه، مثلا میگه فلانی شاخ شده، یعنی فلانی بوق شده.
شیوه نواختنش هم به این صورت مثل سازه ترومپت، ترومبون که این دهن یه روزنه کوچیکی و این لب باید ارتعاش پیدا کنه، دو تا لب و تو این دهن قرار میدیم و برای که بتونم خوب بنوازین بعد نوتای طولانی بزنین که یه نوت رو خوب بتونین نگه بدارین که صدا درست در بیاد.